اوکی، این یکی رو جدی جدی کوتاه نگه میدارم. بنیر سلاح پرایموردیال جید وینگد سپیر. مه فقط روی جاو به درد میخوره، روی کسی دیگه اصلا، روی هیچ کس جالب نیست، فقط جاو. تازه رو همونم به زور از هما میتونه بهتر عمل کنه. البته که با ست جدید به ست که بیشتری داره بهتر اسکیل میشه، ولی خب فرق نداره چندان. تیرکمون یلان نمیدونم اسمش چیه، بذار نگاه کنم. تیرکمون یلان اکوا سیمولیکرا، چه اسم جالبی. اینم همچین چیز جالبی نیست میشه گفت. بذار بازش کنم. کریت ولیوی بالایی داره، 88% کریت دمیج، اما بیس اتکش از اون طرف پایینه و خب پسیوش هم 20% دمیج بونس عمومیه کلن رو همه دمیجا و اچ پی زیاد میکنه. بخش اچ پیش که به کنار، کریت ولیوی که میده و دمیج بونسش تقریبا روی همه با یوزرها جوابه، ولی در اون حدی نیست که از بقیه گزینه های بیایسی که قبلا داشتن بهتر عمل کنه. رو کی میخوای رانش کنی جستی الان؟ مثلا فیشل؟ شاید فیشلی که باف بنت یا سارا رو اسنپ شات میکنه، شاید، چون یویمیا سلاح مخصوص خودشو داره با پسیو خیلی بهتر. درست حالا با ستش کار نمیکنه، ولی مهم نیست. چایلد نیاز نداره، سلاح خودش بهتره. گانیو سلاح خودش بهتره، شاید در برخی شرایط این بهتر باشه. در کل سلاح عمومیه، ولی نه، چیزی که کنارش هست نه، جالب نیست. چهار ستاره بوی سکریفیشیال خیلی عالی برای دیونا توی جایی که قرار باشه کرایه باشه، به درد یلان نمیخوره اصلا. و خب همین، شخص دیگه یادم نمیاد که ازش استفاده کنم، ولی سورد سکریفیشیال بهترین سلاح سینگچاو، البته تو برخی از شرایط و بنیاز بهتر عمل میکنه، ولی برای پلیرهای معمولی در نظر میگیریم، اونایی که زیاد نمیخوان مین مکس کنن، سکریفیشیال واسه آیاتو خوبه، واسه سینگچاو خوبه، واسه جین نه، جین نه، واسه که هر کسی که اسکیل کولداون اسکیلش طولانیه و سورد یوز میکنه. نیزه نجات پرست برای شاو، اگر یک کامپ فول لیوه بتونین بچینین، که خب میشه خود شاو که از لیوه است، جانگلی، یلان و یه ساپورت آنما باید از خود لیوه بدن، بعد این سلاح میشه بهترین گزینه 4 ستارش. از فول پسیو میتونه استفاده کنه و خیلی سلاح خوبی هم هست. فاونیوس گریت سورد به درد هیچ کسی میخوره. من که نوئل رو بخواین بدون باتری ران کنید، مثل اون دوای نوئل سینچوی که من زدم، یا بیدو رو بخواین برای اپلای کردن الکترو ببرین. میرسیم به بنر کاراکتر شاو. نه، یه تیر لیست دادیم قبلا، میتونید نگاه کنید که چرا نه، ولی خب نه. نه، شاو با اینکه ست جدید اومده واسش، همچنان از نظر پاور لول اونقدری نیست که ارزش داشته باشه. متا نیست، خوشت میاد ازش میخوای پلی بدی، بتمن یه دستم میزنم به افتخار تو که به خاطر لذت هات پلی میدی و متا اسلیو نیستی. یلان اینم نه. شینچو رو دارید، پچه قبل رایگان مفتادن بهتون، نیازی ندارید بهش. دمیج بونس میده، آره، شاو رو قوی میکنه، تقویت میکنه، ایتو رو تقویت میکنه. جالبه دو تا کاراکتری که تقویتشون میکنه توی استوری این پچ هستن، دقیقاً بنرشون هم توی این پچ هست، خیلی جالبه. جز دمیج بونسی که میده به شاو و ایتو و از خودش نمیشه زیاد استفاده کرد و شاید توی یک سری کامپای پایرو. شینچو فقط دمیج بونس میده. ترکیبی از شینچو، بچی شینچو، کازواس. آره، چهار ستاره ها بازم اگه تیر لیست ما دیده باشید، باربرا باربرا که بدترین کاراکتر گیم، کاراکتری که نیشه چیلدی که از توما بهتره، همین کانسل 4 یعنی چیلدش از توما قوی تره، شاید براتون جالب باشه. یوتیلیتیش هم بهتره چون میتونه TTS ران کنه. و خب همین، حالا این حرفا به کنار، اصلا مهم نیست، اهمیت نداره. میخوام در مورد چنل باهاتون صحبت کنم. خیلی هم ممکنه پنیک کرده باشن الان با این وضعیتی که همه چی یهو زدیم عکس و همه چی و بنر رو اسمو عوض کردیم. نه، خبری نیست، نگران نباشید، هیچ تغییری اعمال نشده، صرفا نایت آف اونیاس که به اصطلاح برند چنل اون بود، اسم کپی برداری شده از گنشین بود و اومدیم اوریجینالش کردیم شیل کومرس. و اینکه قصد داریم محتوا اضافه کنیم، قرار نیست چیز عوض شه، محتوای گنشین سر جاشه، البته اگه اکانتمو برگردونن. و آره دیگه، کیفیت کار همون جوری که بوده هست،
ادیتا گاد، اسکریپتا گاد، متنا گاد، کلن صداها طعم جذاب و قشنگ، همه چی همونجوری که بوده هست، فقط قراره یه خورده محتوای جزگنشین هم داشته باشیم. چیز عجیبی نیست، خبری نیست. حالا من نمیدونم واقعا کسی بوده که به خاطر صرفاً به خاطر خود گنشین چنل ما رو نگاه کنه، نه به خاطر ادیت و به خاطر محتوا، به خاطر خود محتوایی که خودمون داریم تولید میکنیم. ولی در صورت محتوای ما همیشه سطحش قراره یه لول بالاتر از خیلی دیگه باشه. تعریف از خود نباشه. آره. گنشین سر جاشه. گنشین فنای گرامی نگران نباشید. به کف مرتبم به افتخار شما میزنم. خداحافظ.